بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك هم الغافلون وصلى الله على نُورِهِ كَزُوشُدْ شد نور ها زمين از حلم فلك از عشق او وصلى الله على نوري كزوشد نورها بيدا زمين الحمد لله رب العالمين وخير العاقبه للمتقين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين هفته گذشته ما یک تعریفی از اسلام عزیز خود داشتیم که اسلام قانون و برنامه الهی است که توسط از ما با الله با خود با جامعه خود روابط خود را تنظیم میکنیم میخوایم امروز ای را توضیح بتم که چرا مردم برخلاف قوانین عمل میکنند و خوب میفهمه که قانون است ولی باز هم را زیر پای میکنه و مشکنانه علت از این اگر ما جستجو بکنیم در دو چیز دیده میتونیم یکی که این نفر جاهل است و نمیداند و فکر میکند که شکستاندن قانون منافع ما را تضمین میکنه یا به تعبیر دیگر این قانون حقی که برش تعیین کرده است این حق ظالمانه خواد بود بنابراین میخوام ما که از این قانون عدول بکنم تا به مطلب خود برسم گاه گاه تو میشه که ای انسان به این جاهل میشود که قانون در حقیقت زمانت میکنه حقوق از این انسان را ایتو نیست که حقوقش را خراب بکنه بلکه زمانت میکنه حقوق از این را و دفاع میکنه از شخصیت ازی پس به این تعبیر ما من حیث انسان ها باید در جامعه زندگی بکنیم و در جامعه که زندگی میکنیم تبیش که سلسله خواسته های شخصی داریم و سلسله خواسته های دیگر ها است هست که از ما طلبان است و این اردو قضیه از ما میخواهد که پس یک سیستم باید باشه که حقوق مرا با حقوق جامعه افراد او را تشخیص داده باشد و وادار به شویم که ارزش ها را بپذیریم روی موضوع یک علم مشخص به نام علم سلوک است که این علم سلوک اما استعدادهای درونی انسان را پرورش می دهد تا با واسطه از او استعدادهای درونی در درون انسان این استعداد پیدا شود تا قانون را احترام بگذارد و به قانون جنبه عملی بدهد ولو که خودش دوست نداشته باشه ولو که دوست نداشته باشه بنان ای را بدانه و درک بکنه که رفتار به قانون در حقیقت زمانت میکند خواسته های ما به این تعبیر چون قبلا ما گفتیم که اسلام قانون زندگی و منهج حیات ماست پس با وصفی که این قانون را کلگه میپذیرد ولی این قانون چرا مورد عمل مسلمان ها عموما به اصلا قرار نگرفته است مسلمان داریم ولی باز می بینیم که این مسلمان غلطی می کند، امانت را خیانت می کند، دروغ میگوید وفا ندارد غدر می و این صفات زیمه در درون وجود از این دیده می شود ای رقم است نمیداند که یک چیزا نارواست و حرام است و من است پس چرا این کار می کند بخاطر از اینکه در درون از انسان و نیروی خفته ای که وجود دارد او بیدار نشده وقتی که او بیدار نشده باشد ای انسان خود یاد می که ما آزاد هستم هر که بخوایم او را انجام داده میتونم و نه باید ما در قضايا مورد نکوهش قرار بگیریم و مورد بازخواست قرار بگیریم بنان در علم تزکیه و علم نفس که تعبیر دیگهش بکنیم یا به طور عام بگویم علم تصوف ای ای علوم در حقیقت نقش دارد تا در درون ما قوه را زنده بکند که با واسطه از او قوه ما عمل بکنیم به قوانین و خود را پابند بدانیم با ورزش هایی که خداوند مطال از ما خواسته است بنان جمع از علما برای از این قضیه یک مراحل را ذکر میکند تقریبا هشت مرحله باز پنج مرحله با حسب تعبیر اختلافی که وجود دارد اتو مراتب را تعیین کردن که این مراتب یک 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 در زندگی ما قوه را ایجاد میکنند تا ما با واسطه از این قوه در او ارزش هایی که باید بکنیم و باید نکنیم و ارزش محفوظ نگاه بکنیم اول مرحله را علما بنا مرحله بیداری که در لغت عربی به نام یقوه به او تعبیر می شود این بیداری در درون انسان باید بوده باشد و ما یک مثال همیشه با دوستا عرض میکردم که اگر انسان ها خواب بوده باشند شما بسیار با آسانی میتونید او را بیدار بکنین و برش بگوین که خطر وجود دارد بخی یا اینی کار بکن ولی یک نفری که خود را به خواب بزنه شما او را بیدار کرده نمیتونید زیرا او اصلا نمیخواد بر تو جواب بگه تو قال کده میری خور خور دروغ میگوید چشم خدا پرد کرده دیگه او که خواه راستی هست اگر شورش بتی فورا میگه بلند میشه پس ما در جامعه خود یک تعداد مردم داریم که خواه هستن زن متوجه نشدن چی گپ شدن یک تعداد مردم بدبخت داریم که بدرو خود را خواه دادن او مردمه که بدرو خود را خواه داده او انسان های غافلی هستند که قرآن کریم جاهای متعدد اینها را کوبیده اولایی که هم الغافلون این خود را به زور به دست خود, خود خود داده است لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم اعیون لا یبصرون بها کل استعداد وجود داره ولی او را به کار نمی بره ای یک گروهی هست که بحث جداگانه علیش با... بر... در موردش باید شود ولی گروه دیگری که اونا زیاد هستند اصلا هستن متوجه نشدن خواه هستن نه ایره میدانن که ما برای چی آمدیم خبر یک روز هم از خود پرسان نکرد که برای چی آمدم کجا میرم چی باید بکنم این سوال رو مطرح نمیکنه کده خودش پس این مردم که خواب هستن باید بیدار شود اگر خواسته باشیم بیدار شوه باید هدف خلقت را باید پیدا بکنیم چرا پیدا شدیم برای چی پیدا شدیم و کجا میریم سه سوال فطری را در ذهن عام مردم باید زنده بکنیم کی پیدا کرده چرا پیدا کرده برای چی پیدا کرده کجا میریم سوالا باید تکرار شوه تکرار شوه تا که خود را در مقابل سوال سوالا شکست خورده بداند و جواب را باید پیدا بکنیم ارگا ما هدف خلقت را درک کردیم خود به خود در درون خود شخصیت پیدا میکنیم باز تکرار میکنم هرگاه ما هدف خلقت را یافتیم طبیعتا ما با شخصیت میشیم ما با شخصیت میشیم یعنی معنا چی یعنی تو فکر بکنیم که یه هفته و در خدمت ما الله هفته و برای ما پیدا کرده است محتاب را الله برای ما پیدا کرده است بهار و خزان و زمستان الله برای ما پیدا کرده است این میوه های مقبول شیرین و به انواع مختلف الله ای را برای ما پیدا کرده است شما ببینین عملا بروین شما کلر را برای بس حیوانات بتین اصلا نمیفهمه که که پوست یا نشود را پوستش میخوره خوره همه قدرک نداره ولی الله را برای تو پیدا کرده که تو چگونه او را باید پوست بکنی و بخوری یا یعنی این شکلش بادام هستم چارمغز هسته، پسته است ای را ببینین و ای, ای, حیوانات که شیر میدهد باز از این شیر چی چیزایی نیست که تو جورش میکنی و ای چیزایی که کشت میشود از از برنج گرفته برین، از باقلی و نخود و و, و و و ای کلش ببینین کلش در خدمت ماست کلش در خدمت ماست بهار در خدمت ما فضا در خدمت ما آفتاب و محتاب کلش در خدمت ما پس از این معلوم میشه که تو مخلوقی عادی نیستی تو کوچک نیستی تو نباید خودت در حزیز حیوان قرار بزی و حیوان خود در خدمت توست کسی از من پرسان کرد که همی یعنی کبوتر بازی یا گنجش که آدم نگاه میکنه یعنی چطوره؟ من گفتم تعلق به شخصیت خودت داره که تو چقدر شخصیت داری؟ خدا خود پیدا کرده که سر کل از یا عالم حکومت بکنی اینا را در خدمت تو قرار داده است اونا را آفرید تا در خدمت تو باشه حالا تو سرچپه کارا شروع کردی تو در خدمت از او رفتی یه من این که راز خلقت تغییر میخوره نمیخورد راز خلقت تغییر میخورد پس تو آنقدر مخلوق بزرگ است که مخلوقات دیگه به خاطر تو آفریده شده پس وقتی که تو نمایندگی میکنی تطبیق شریعت خدا را در روی زمین پس جایگاهت بسیار بلند است بعد ببینی که با این کوچکی محدودی که ما داریم الله متعال بزرگترین ملائکه را امر میکنه که برای امی انسان سجده بکن امی انسان پس ببینی تو چه, چه بزرگ استی بخش قوه مادی و معنوی رو اردویش در درون تو جای داده است هم معنا را هم ماده را که در هیچ مخلوق دیگر شما پیدا کردش نمیتونی این هم الله برای تو داده است پس تو درک باید بکنی که جایگاه تو درگیتی و دری دری جهان عادی نیست و کوچک نیست الله مطال آفرید تا تا نمایندگی شریعتش در روی زمین بکنی و خلیعه خلافت را به تنت کرده است چی فکر میکنه اگر ما این قضیه را بیشتر دنبال بکنیم که من نمیخوام زیاد سرش صحبت بکنم بر ساعت ها باید بحث شود تا که این راز شگفته شود و قانی شویم به این که ما مخلوق برتر هستیم این را باید بپذیریم پس نباید این مخلوق برتر کارهای کوچک را انجام بده کوچک را انجام بدهد از این خاطر بود که همیشه ما بر دوستای مثال را عرض میکنم که اگر یک انسان بزرگ و یک انسان با و یک انسان عظیم ای در روی سر سرک بشینه و نانم تا چک زده برای آت خورده برا شما چی برش میگیم؟ کلی خنده میگنم حتی فکر میکنم که یک نفر بسیار بزرگ اگه تو کار بکنه حتی منو شاید پر این دیوانه شده نمیپرسن شاید بکنه یک کلان آدم تو را بسیار جایگاه بلند قائل هستی او بر قرار چارزانه بیشینه در لب سرک در سر خاک و نان هم چک زده براود من فکر میکنم که با مجردی که ببینیم شما خواه مخواه میکنید که این نفر دیوانه شده و این نفر چرای کار میکند انسان در اصلش چنان مخلوق عظیم و بزرگ است ارگاه ای کارای را انجام بدهد که با, با شخصیت ازی در تضاد بوده باشد این را باور داشته باشین که مخلوق دیگر میگوید که خود دیوانه است چی رقم چیز شد؟ چرا ای رقم کار میکنند؟ پس مراد از یقزه و بیداری ما در حقیقت شناخت خود ما و شناخت هدف خلقت ما و راز از آفرینش از ای کائنات است این را باید درک بکن. با مجردی که مخلوق بزرگ را شناختیم به خالق خود اعتراف میکنیم که خدا چه جای شکر است که مرا انسان آفریدیم مرا انسان آفریدیم ارگاه ای اصل محکم شود و بیداری و یقزه در وجود ما پیدا میشود بعد میبینیم که سلسله کارهای منفی و صفات منفی و کوچک را مشاهده میکنیم و درک میکنی. و میکنیم و میگم چرا این رقم است. بعد نوی از پشین درونی در درون ما آفرینش پیدا می کند یا به تعبیر دیگه انقلاب درونی علیه خود ما پیش در فکر بودیم که کجا جای خوب است بگیریم صحیح شد لباس خوب است از ما باشه نان خوب باشه از ما باشه چوکی خوب باشه از ما باشه اما چیز از ما باشه آلی انقلاب علیه خودت است هر جایی که متوجه میشه میگه ما این ای کار باید بکنم چرا او کار بزرگتر را انجام ندم پیش به این فکر بودی که دیگرها خدمت تو را بکنن ولی سرشفه میشه ولی میخوای تو خدمت دیگرها را بکنی انابت به معنای امیسته و انیبو الی ربکم بازگشت خو این بازگشت این انابت با توبه این فرق داره که توبه بخش عملی است ولی انابت بخش روحی است یعنی انابت حرکت شروع حرکت علیه خودت از نظر فکری و عقیده است خودمش نسی که کار بد کردی عمر زایع تلف کردی خودمش نسی که نباید قا کوچک میشدی ای را درک میکنی مش که فرصت ها را از دست دادی مش که وقت به جای مصرف کردی این نقاطی هست که تو نقاط منفی خود را خوب درک میکنی و میفهمی که یک فرصت دارم برای بازگشت و باید بیجای تلف نشه و از این باید استفاده بکنیم. بنابراین این قضیه انابت در حقیقت ما شما را وادار بی میکنه که ابتداعا اقرار و اعتراف بکنیم به ناتوانی خود ما به عجز خود ما به بیچارگی خود ما این را باید درک بکنیم ارگو ما این نقطه را گرفتیم که ما محتاج هستیم پس انسان های محتاج باز متکبر شده نمیدانه انسان های محتاج خدا باز غافل کرده نمیدانه تمام وقت انسانی که احتیاج دارد او در تلاش رفع احتیاجش مبرد میخواید که باید باید به با وظیفه خود حاضر باشد میخواید که باید به خاطر به دست آوردن اما یعنی احتیاجات خود نظم را باید بپذیرد و دستاوردن آوردن احتیاجات خود او تلاش باید بکنه فرصت ها را غنیمت بکند این قضیه را باز می و این احتیاج ما توجه مجددی است برای چی؟ به تکرار تکرار دیدن به هر نعمت خداوند مطال یعنی هرچی که پیش رو تو گذاشته میشه شد رو باید بیندیش فکر باید بکنی فروردگاه تو را این نعمت ارزانی کرد قلم است ارزش قلم کی میدونه کافه که قص استفاده میکنه بنان کسی که بسواد است قلم پیشش ارزش ندارد پس مسئله شخصیت ای پیش کسی مطرح است که خودش به شخصیت است کسایی که شخصیت ندارد پیش مطرح نیست که شخصیت چی را میگوید دقیق شده انشاءالله ارگا ما ما ببینیم شخصیت را باز به با طلبش میریم ذکر نعمت های الهی و بیداری بر ما شخصیت ما را به ما به معرفی می و بعد از او که بیدار شدیم و شخصیت آشناخته می خواهیم او را چی بکنیم؟ حفظ بکنیم، رشدش بتیم و نگاهش بکنیم از آنچه که به شخصیت ماست ای را خود به خود پیدا می کنیم شما عملا دیدین گاه گاه از شما چیزی خواسته می شود که کار را بکنیم باز میگی نیکن... خب چرا نمی کنی؟ میگه با شخصیتم در تضاد است یا ما میگیم که ما نمیخوایم که معامله ننگیر را با امریکا امضا بکنیم ولی یک تعدادی میگن چرا نمیکنه نه قوم ما غریب است این مشکل داره می داره می داره می داره این ولی ما چی میگیم؟ این 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 ای پیمان برخلاف و برزد شخصیت دقیق شدیم؟ ما میگم شخصیت ما در این پیمان لکدار میشه آدم ما نمیخوایم چونه غری میخوایم غریب ببایم و نمیخوایم بی شخصیت شویم پس این نقطه شد ارگاه انابت در درون وجود ما پیدا شود یعنی انقلاب درونی علیه خود ما ما را باز میخوایم که به عمل داخل شویم عملا اقدام بکنیم عملا اقدام را به نام توبه معرفی میکنیم توبه یا توبه بانه به معنی چی است بازگشت چه رقم بازگشت بازگشت 180 درجه ای و ای توبه صفت مخلوق زنده است هر مخلوق زنده من زنده تائب است به تعبیر دیگر انابت به ما شخصیت ما را مشخص کرد و توبه رفتن به طرف شخصیت ما را ثابت کند. ما باید برویم به طرف شخصیت صوتی و حرکت بکنیم و هیچگاه موانع را در باب حفظ شخصیت و رشد شخصیت ما باید او چی نگیریم او, او, او موانع را باید وسیله بندش و توقف خود ندانیم بلکه علیه از او موانع اقدام کنیم. از این خاطر شما ببینید در درخت ریشه دارد و این ریشه آفریده شده برای ازی که درخت به از این ریشه هم ثابت بباند کپه نشود از طرف دیگری این بقای ابتداییش است دوم نکته ای که این درخت که ریشه دارد بقای طویل المدتش هم به از این در ای ریشه ها حفظ بکنه او چی است؟ این ریشه ها خود به با او باید برساند است او سرگردان است شما ریشه ها رو میبینید کنج و کوی است چرا کچ کچ از ریشه ها؟ خاطری که ریشه وقتی که خواست خود به هدف برسان که او است گاه پیشوری چی آمده؟ یک مانی آمده که او سنگ است این ریشه به اساس حیات خود درک میکنه که زور ما سر سنگ نمیرسه ولی توقف نپذیرفته فورا خود را عوض کرده است و راه ها را پیدا میکنه تا خود به او برسانه و برشتش ادامه میدهد و توبه چی است بازگشت است از تمام اعمال کردار فکر که بر علیه خودت بود بر علیه خودت بود از او برگشت رفتن به سوی حفظ سیانت شخصیت و رشد شخصیت اینه توبه میگه پس ما ما وقتی که این قضایه را باز دنبال بکنیم و دقیق شویم که توبه در همانا بازگشت است از صفات زمیمه و رفتن به طرف صفات حمیده باید باید بره. در توبه تغییر مسیر است از حالت بد به طرف حالت خوب این بازگشت است این توبه میگه مثلا بازگشت و توبو الله. چون ای بازگشت یک نقطه باید وجود داشته باشه که او را تو پذیرفته باشی و او را در اول بیداری به تو داده شده بود که او همان حاکمیت خداوند متعال آشنایی با خداوند متعال و قرب به خداوند متعال است هرگاه با او نزدیک شدی تو شخصیت هم حفظ کرده میتونی و همه مشکلات با چی میشود حل میشود پس با این تعبیر انگام که انسان برگشت به طرف خوبی ها و به طرف هدف عالی خود بعد مرحله چهارم شروع می شود او مرحله چهارم مرحله را به نام مرحله تقوا یاد می کنی. مرحله تقوا یادش می کنی. مرحله تقوا امی مفهوم را می رساند که بعد از توبه و پاکی از گناه بعد از درون خود خشیت و ترس خدا را ایجاد کردن و به این مرحله که از یه بعد نباید گزند روزگار سر تو تاثیر بکند و باز به بدبختی دیروز ادامه بدی پس تقوا به معنی چی است حفظ و سیانت آلی که تو به شخصیتت برگشتی به شخصیتت را حفظ کن آلی که برگشتی به طرف یک هویت هویت باید حفظ بکنی پس تقوا به معنی چی است نگاه کردن شخصیت الله مطال تو را آفریده و به تو شخصیت داد که مسجود ملائکیت ساخت آل تو دیگه بدبخت نشو که با سنگ و چوب سجده بکنی تو دیگه که باید بدبخت نشوی که دیگه با غیر, چیق بزنی او پیر برم بره است سیخ شاولیا برم بره است دیگه شخصیت تو در تضاد است با سنگ و چوب کار نباید بکنی عزیزا این قضیه واضح شد که ما با واسطه تقوا در حقیقت خود را نگاه میکنه خود را نگاه میکنه از تمام رضائلی که بر ضد ما بوده باشد و علیه ما بوده باشد خداوند متعال توفیق نهد بکنه که ما بتانیم من حیث یک مسلمان مراحل تقوا را در درون خود ایجاد بکنیم این مسئله تقوا از بزرگترین قضیه است که در قرآن کریم بار 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 تذکر یافت و بر ما بار بار گفته شد واتق الله واتق الله واتق الله لعلكم تتقون لعلكم تتقون شما چه غیره میخونه که عادی نیست نگاه کو خود را نگاه کو خود را نگاه کو خود را این همیشه برای ما تذکر داده است همیشه برای ما گفته است تذکر باید بگیرید و باید بیدار بوده باشیم پس ما چهار مرحله دیگر انشالله به درس آینده میتیم ولی باز مجددا ای امیدوار که در سال که وقت میگیرن ایره خود یاد بگیرین بعد از در انتقال از این مفاهیم کمک بکنین با جامعه تان و با مردم تان یعنی ای تو درس نباید باشه که از این گوش آمد و از گوش رفت بلکه در حفظ از تلاش بکنین تا که ما بتانیم جامعه خود را به طرف بیداری اسلامی ببریم مردم باید بیدار بوده باشند الله متعال بر ما بیداری و انابت و توبه و تقوا را نصیب بکند خداوند متعال ما شما را از بدبختی های مادی و معنوی حفظ بکنه و توفیق نعت بکنه که در کاروان حق در کاروان هدایت و در کاروان تغییر برای خود و جامعه ما تلاش بکنیم سبحانک اللهم و بحمدک استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفرك و اتوب الیک

ازو در هر دل ای ذوقه ازو در هر تن شوقه ازو در هر دل ای ازو در هر زبان ذکر ازو در هر سرای سغودا منور العلوم